عموهام و دوستان. سلام گلای تو خونه، امروز عموهام آوردتتون کجا؟ یک جایی پر از بوی کباب. هی داد بیداد، امروز اومدیم خونه آقا سجاد گل، از بزرگان کباب منصور، با کلی چاقوهای رنگارنگ. خوب هستی دوستا؟ سلام، خوب هستی؟ با گلای تو خونه میخواید یه سلام علیکی داشته باشی؟ سلام بچه ها، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و برنامه همون مورد قبلتون واقع بشه. قربون شما. استاد میفرمایید که چند وقت شما تشریف آوردید مونترال و به چه کاری مشغول هستید اینجا؟ من حدود 10 سال 11 سال مونترالم از 2013. خب و الانم تراک درایورم. واه واه واه، خطرناک. پس خطرناک. این چاقو هم با خودت میبرید تو راهی وقتی لازم میشه کباب. کباب. بسیار عالی. برای امروز برای گلای توی خونه چی در نظر گرفتین شما؟ امروز میخوام دنده کباب کرمانشاهی درست کنم. هی داده بیداد. آره. خب بعد عرض کنم خدمتتون، هم بچه هم بتونن تقریبا یه چیزی بتونن یه شمعی ازش یاد بگیرن و بتونن یاد درست کنن و تو خونه ازش لذت ببرن. شما خود بچه کرمانشانی؟ بله قربان، بچه کرمانشان. بله در خدمتی. خب کسکم، اینا چیه؟ مواد اولیه چیه؟ مواد اولیه، اول ما به راسته گوسفند احتیاج داریم. راسته به به، با چربی و با تمام مخلفاتش. اوه اوه اوه. دنده، یعنی راسته به اضافه یه دنده، چون که دنده رو میخوایم بزنیم و چون که یه ذره چربیش کم بود، من یه ذره چربی گوسفندی هم گرفتم که باش قاطی کنم که یه غذای چرب و لذیذی داشته باشه. سوخته موشک. اون وقت این چطوری مارینیت میشه این داستان؟ دنده کباب کرمانشاهی؟ دنده کباب کرمانشاهی از اول ما هیچ مارینیتی نمی‌کنیم. فقط من خوردش میکنم، گوشتو ساتوری میکنم. انقدر ساتوری میکنم که این گوشت مثل تقریبا کباب کوبیده بشه، ولی یه چرخ درشت. چون که کردا گوشت کبابی که میخورن دوست دارن گوشت بیاد زیر دندونشون. بعد یه ذره نمک و یه نصف پیاز، برای هر تقریبا هر 500 گرم یه نصف پیاز من بیشتر نمیزنم، اونم ساتوری میکنم و در نهایت وقتی این مارینیت میشه که من دارم کبابش میکنم. آها. وقتی کباب شد من یه سس مخصوص همون مال طاقبستان کرمانشاه رو دارم استفاده میکنم. از رب استفاده میکنم. آها. از زعفرون استفاده میکنم. درسته. یه ذره من خودم هم اضافه کردم بهش، یه ذره زردچوبه و پاپریکات میزنم. خب لیمو میزنم. نمک میزنم و فلفل سیاه داخل روغن سرخش میکنم و وقتی داره کباب میشه یه ذره از داخل کباب شدن، قبل کباب به هیچ عنوان، وقتی که نصف نیمه کباب شد یه ذره سس بهش میزنم. در نهایت وقتی کباب شد من اینو میکشم و سس کامل اون موقع میزنم. از اول بزنی به خاطر روغن ممکن بسوزه. من دیدم که دو سه تا از آشپزای خیلی خوبه یوتیوب دارن استفاده میکنن و کار میکنن، متاسفانه میگم من خودم خیلی قبولشون دارم، ولی وقتی که دارن استفاده میکنن از اول رب میزنن، اشتباه، چون که رب روی کباب میسوزه و بو میگیره و غذا خوب کباب نمیشه. نکنه جواد جوادیو میگی؟ نه جواد که استاده، ولی جوادم فکر میکنم جوادم همین کارو کرد. متاسفانه فکر میکنم جوادم این کارو کرد. خب خب آره. خب پس ما میایم این سسش آماده میکنیم، یه کمی سرخ میشه و اون رب با این مخلفاتو میره رو باربیکیو و این هم چقدر پختش رو دادن طول میکشه؟ پختش فکر میکنم حدود ده دقیقه. اوکی، پس میریم برای مرحله بعد که استاد میخوان اینا رو برش بزنن و ساتوری کنن و بریم ببینیم که پس چه میکنه این. یه چیزی دیگه هم هست. خب پیشنهادی که به دوستان میدم، دو نوع سیخ ما داریم، سیخ استنلس استیل داریم. آها. و سیخ آلومینیومی یا همون روحی. برای این کباب به خاطر اینکه این سیخ زیر کباب میمونه، یعنی پوزیشن زیر کبابه، این چسبندگیش خیلی بهتر از سیخ استنلس استیل. بهتره که چسبنده تر باشه. چسبنده تر باشه. این نیوفته. سیخ آلومینیوم و چربی هم که میزنیم، چربی هم خودش چسبندش میکنه. آها آها. بسیار عالی. این چاقو ها من فرقش هم چیه؟ این چاقو ساتوره، برای ساتور زدنه. اینم برای برگرفتن و ساتوری زدن. البته آره یه دونه دیگه سفارش دادم، هنوز نرسید، مجبورم از این استفاده کنم. ولی خب دیگه اینا هم برای هر کدوم، یکیش برای بیسخ کردن و یکی برای استخون در آوردن و اینا استفاده میکنم. سه تا استاد
تکمیله و پس بریم ببینیم با این چاقوهای تیز و واتیز چه میکنه این بازیکن. برو بریم. همینجا که دیدن استاد سجاد گوشتا رو قشنگ ساتوری کرد با ساتورهای مختلف و ابعاد رو در آورد و دنده ها رو هم تیکه تیکه کرد. حالا باید ببینیم این استاد میخواد چیکار بکنه با این دنده های تیکه ای. خب الان میخواییم بریم که سس رو برای شما درست بکنن. سس هم این مالیدنش به چه صورت گفتید؟ رفت روی منقل گوشت شروع میکنی اول، یعنی هم اول از روغنه که روبی شده میمالیم؟ اول دف ما روغن رو سرخ میکنیم، روب رو توی روغن سرخ میکنیم در اسب، بخاطر اینکه روب نباید خام باشه، یکم آره. با سرخ شه. بعد بهش زعفرون میزنیم، یه ذره من خودم اضافه کردم بهش زردچوبه و پاپریکات میزنیم، فلفل سیاه میزنیم، لیمو میزنیم و نمک. اینا قشنگ وقتی که سرخ شد داخل روغن میبریم روی کباب. وقتی کباب یک طرف کباب شد، اون ورشه که گذاشتیم تقریبا 80% کباب شد، اون موقع ما یه ذره از روغنش بهش میزنیم روغن روش اول که آره روش کمتره دقیقاً. رومال با روغن رومالش میکنیم. وقتی که کباب تموم شد ما کبابو میکشیم و سس اون موقع میزنیم داغ داغ، یعنی نباید سرد شه همون موقع که داغ. بسیار عالی. من یه سوال دیگه از استاد بپرسم. استاد بچهای کرمانشاه اکثرا روی پایین تنه اساساً، چون شما پیشبندتون از کمر به پایینه؟ نه این دیگه حرفه‌ای تره. آها این دیگه فوت کوزه‌گری استاده. بریم ببینیم در ساخت سس چه میکنه این بازیکن. برو بریم. تقریبا حدود 2 ساعت طول کشید که این گوشتمون رو گذاشتیم داخل یخچال. الان یه ذره دوباره شروع میکنیم کوبیدنش. تا سیخو از زیر کباب ما رد میکنیم بره. این میشه کباب دنده ما آماده برای روی منقل که بریم شروع کنیم کباب کردنش. یه نمه باد میدیم، زیاد باد قوی نمیدیم که آروم آروم پخته بشه.
خب نوبتی هم باشه، نوبت مسابقه هفته است. همونطوری که میدونید استاد 30 ثانیه وقت دارن که به سوال در واقع شیرینی شناسی ما پاسخ بدن. استاد سوال این هست: 4 مدل از شیرینی های غرب ایران سمت کرمانشاه رو نام ببرید. برو بریم، زمان شروع شد. خیلی خوب میشنوم. نون برنجی، باریک الله، نون خرمایی، آباریک الله، کاک، صد باریک الله. چهارمی شیرین. شیرین که شیرین خانم، شیرین همونیه که فرهاد به خاطرش کوه کن قربونت برم. آخ اون حتما خیلی شیرین بوده که به خاطرش اینقدر زحمت کشیده. درست گفتن و گل گفتن. آخ 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 جواب عالی دادی، خونچه بودی شکفتی، خونچه بودی شکفتی. خب به به به، میبینید که دنده کباب کرمانشاهی استاد هم آماده شد و ما هم رو تخت نشستیم و یه جوب هم استاد قرار شده اینجا بعدن درست کنه، ما پاها رو بعدن بذاریم تو جوب دیگه، همه چی کامل میشه. خب استاد توضیح چیزی برای گلای توی خونه؟ عرض کنم موقعی که کباب داشتیم میکردیم قشنگ گذاشتم دو طرف کباب شد و وقتی که اینو از سیخ جدا کردم داغ داغ همون جوری سوسمالش کردم و الان هم آماده تسته. آخ آخ آخ، به قول شاعر که میفرماید دنده کباب کرمانشاه خوراک سلطان و شاه، یه دنده گوسفندی با سس عجب ترفندی، زعفرون و زردچوبه لیمو هم بزن که خوبه، فلفل و روغن میونش آخ رب و بمال تو جونش، رژیم و دادی برباد آخ چه چیزی ساختی سجاد. بریم ببینیم استاد چه کرده. خب بریم از این ور ماجرا ها، از رخ کار بزنیم از هر جا یا از پشت کار بزنیم. آخ 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 آخ، یک کم هم از این نون تافتون. بریم ببینیم چه کرده این بازیکن. اوه 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 اوه، به به، گوسفند خالصه. وی واه واه خوبه. من میگم من همه‌شو بخونم بعد صحبت کنم. آره برو برو عجب میکنم. خیلی خوشمزه است. اصلا لیموش چه مزه خوبی داره توش. من تا حالا لیمو رو اینجوری توی کوبیده از اول چیز نکردم، تست نکردم. خیلی خوشمزه است. بسیار عالیه، بسیار بافت خوبی داره. تلفیقی از لیمو، رب، آره. همه اینا مچ میشه که همچین سوسی بهت میده. نه سوسش خیلی خوشمزه است. این سوس رو من تا حالا تست نکرده بودم. گوشتش میاد زیر دندونت؟ آره گوشتش قشنگ چون ساتوری شده حالت خیلی خوبی داره، طعم خیلی خوبی داره، همه چیش اندازه است، نمک و فلفل و ترشیش هم خیلی خوشمزه است و حتما گلای تو خونه با دستور استاد میتونن انجام بدن. اگه نخوان ساتوری کنن با چه حالتی چرخ کنن؟ میتونن گوشتشون رو نخودی چرخ کنن. آه. ولی در نهایت باید دوباره 5 دقیقه ساتوریش کنن که این گوشت قشنگ چسبندگی خودش رو پیدا کنه. آها بسیار عالی، خیلی خوشمزه و خیلی عالی. شما دیگه با گلای توی خونه صحبتی نداری تا من شروع کنم؟ دنده باشه نوشه جون. نه چیزی نیست. اوه اوه دنده رو نگاه کن. اوه 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 آبدار. من بخورم میگه نمیتونم حرف بزنم بعد قضیه. بسیار عالی، خیلی ممنون از آقا سجاد عزیز با این غذای کرمانشاهی حرفه‌ای. پس تا هفته دیگه و عمروهام و دوستانی دیگه مواظب به قشنگیتون باشید. قشنگا از دور به اتفاق استاد سجاد آی لوف یو تک تکتونو میبوسیم. خداحافظ. خداحافظ.